اگه یه کمی توی تاریخ سرک بکشیم و پای حرف دل آدم رو بشینیم، احتمالاً میبینیم که انگار یکی از دغدغه‌های همیشگی نسل‌ها این بوده که چطوری میتونن بچه‌هاشون رو جوری بار بیارن که فرهنگ و ارزش‌های خودشون رو ادامه بدن. این یه اضطراب و استرس همیشگی بوده، طوری که انگار همه نسل‌ها ته دلشون یه جورایی حس می‌کردن که بچه‌هاشون اونجوری که باید و شاید سر به راه نیستن. اما تربیت یعنی این که بچه‌ها رو برای ورود به فرداها آماده کنیم، یعنی کاری کنیم که بچه‌ها آماده که اینو داشته باشن که توی زندگی آینده که احتمالاً شرایط و مقتضیات خودش رو داره زندگی کنن و بتونن مسیر درست رو در اون شرایط پیدا کنن. حالا چجوری میشه از این اضطراب و استرس همیشگی دست برداشت و کاری کرد که بچه هامون آماده و مهیای زندگی برای یه همچین شرایطی باشن؟ این یکی از مهمترین سوالاتیه که تو چهارشنبه های عصر شیرین بهش میپردازیم. خب با روال چهارشنبه ها که آشنا هستین، بخوام دکتر مونجوقی کارگاه تربیت داریم و صحبت میکنیم در مورد موضوعاتی که از جنس دغدغه های تربیتی والدینن. اما این جلسه وقتی داشتم باشون صحبت میکردم و میپرسیدم که قراره در مورد چی بشنویم، متوجه شدم که بحثمون قدری متفاوت‌تر و انشاءالله جذاب‌تر براتون خواهد بود. بشنویم صحبت هاشون رو. خانم دکتر سلام، خوش اومدین. دوستان خیلی خوش اومدین. خب قراره که ازتون داشتم بحث جالب و متفاوت حیا میخوایم در مورد بحث حیا حرف بزنیم و قراره که یه تکونی بدیم به اون تعریفایی که تا حالا از حیا داشتیم و راههایی که امتحان کردیم برای اینکه بچه‌هایی داشته باشیم با حیا. میتونم ازتون بپرسم تا حالا چه دغدغه‌ای، چه نگرانی در مورد با حیا شدن بچه‌هاتون داشتید؟ برای من بیشتر اینطوری بوده که چجوری بتونم آموزشش بدم که حریمش رو بتونه حفظ بکنه و حریم خودش و دیگران رو بشناسه. حریم چیو؟ با مثال شاید مثال بزن. الان تو سنی که دخترم هست خب بیشتر حریم جسمیش مطرح میشه. چند سالشه؟ 5 سال و تقریبا 4 ماهش هستش. ولی خب تعریفی که من دارم اینه که حریم خب ابعاد مختلفی داره، این فقط به جسم نمیشه محدودش. تو قیه جان چی کار میکنی برای با حیا شدن دخترم؟ حقیقتا سعی میکنم خودم زندگی کنم اون چه که دوست دارم ایشون هم رعایت بکنه و اگر هم قرار هست گفتگویی باهاش در این مورد بکنم، معمولا زمانی که تنها هستیم باهاش در این مورد صحبت میکنم. طی عادات و رفتارهای زندگیمون خیلی گذرا، فقط یه گوشزد کوچولو، یه جمله کوچولو میکرد. ولی حیا رو شما این میدونی که حریم بدنت رو بشناس و حالا نهایتا پوششت. دیگران. آها. تو این سن فکر میکنم بیشتر این هستش تا حالا یه مقداری. برای منم مسئله پوشش مطرح بوده. چون دختر داری؟ آلده. دختر دارم و خب پسرم هم همینطور. تو خرید لباس ها اینا برام مهم بوده که اون حیایی که دوست دارم داشته باشه دخترم و مثلا از وقتی کوچیک‌تر بود مثلا حالا لباسایی که خیلی بخواد باز باشه انتخابم نبوده براش و حتی اگرم که خودش حالا دوست داشته مثلا داشته باشه تو فضای خونه باز متفاوت بوده اون لباسی که میپوشیده یا مثلا وقتی میخواستیم بریم بیرون سعی میکردم که شب عوض پوشش کنه. آره دیگه پوشش. مثلا این لباس خوب نیست الان باید عوضش کنیم. الان دوتا مادری که دختر داشتن صحبت کردن، برای حافظ جان و صدر جانم صدرالدین جانم احتمالا شما یه دغدغه های کوچیکی دارید. دغدغه من واسه صدرالدین حرف زشته که یه وقت حرف زشت یاد نگیره و حرف زشت نزنه و مثلا خیلی برام این سخته که بخوام ازش بشنوم که یهو یه حرف زشتی بزنه. و چی کار کردید برای این با حیا شدن در سطح کلامش؟ خب خودم که لحاظ کردم، یعنی سعی کردم که از اون واژه‌ها استفاده نکنم و اگرم چیزی رو مثلا شنیده سعی کردم که یه جوری از کنارش رد بشم، نشنیده بگیرم که با مثلا تمرکزی که روش میکنم بدتر تثبیتش نکنم. ولی خب اینجا از اون جاهایی که یهو دغدغم میاد بالا که نکنه که این بخواد مثلا درونش نهادی نمیشه و یه تشر
حشره آدم ناخودآگاه، خب مثلا یه چیزی که مخالف و مغایر ارزشاش باشه ناخودآگاه آدم به هم می‌ریزه. حتی اگر که اون تشره مثلا زبانی نباشه یهو براق شدنه یک خوردن نگاه من خواهم دکتر بیشتر روی حالا فضای خونه تمرکز دارم، با اینکه پسر، اول از این که بگم که به نظر من پسر دختر نداره حیا و به جنبه انسانی برمیگرده، یعنی انسان حالا هم مرد هم زن هم پسر هم دختر، و اینکه تو خونه سعی میکنم فضای خونه رو یه فضای با حیایی داشته باشم، یعنی مثلا هر چیزی که بیرون دیدیم لازم نیست وارد خونه بشه صحبت ازش بشه مثلا. هر حرفی که مثلا شنیدیم لازم نیست، چون مثلا ما این رسمو داریم که حالا اتفاقات روزو میایم شب واسه پدرش تعریف میکنه، مثلا خودش میبینه که مثلا من چیزای بهترو میگم، یه چیزایی صرف نظر میکنم لازم نیست تعریف کنم، یه چیزایی که مثلا به نظر من حالا وارد فضای خونه نشه گفته نشه شنیده نشه بهتره ازش رد شیم، یا مثلا ورودی های چشم گوش اینا رو همه رو سعی میکنم تو فضای خونه، خب من بیرون رو نمیتونم کنترل کنم، یعنی ممکنه تو پارک خیلی چیزا ببینه، خیلی پوشش ها ببینه، خیلی حرفا بشنوه، ولی میگم یعنی میمونه پشت در. فضای حیا رو احساس میکنم رو من پدرش و فضای خونه وقتی داشته باشه این واسهش درونی سازی میشه و خودش میفهمه که خب تا کجا میشه پیش رفت تا کجا نمیشه پیش رفت، اینا رو احساس میکنم به مرور تو همین که دوست خوبمون گفتن زندگی میکنیم واقعا باهاش. حالا خانم دکتر ما این سوال رو از شما داریم، این حیا اصلا چیه، چه مصادیقی داره؟ ببینید حیا همطور که الان گفتید ما بیشتر اگر معنای عرفیشو بخوایم بگیم، شخص با حیا رو میگیم شخصیه که خجالت بکشه از انجام دادن یک کاری یا اجتناب بکنه از انجام دادن کاری وقتی که بقیه هستن یا در یک محیط خاصی، درسته؟ این معنای عرفی حیاست و بیشترم حالا اون چیزی که من میشنوم از بقیه اینه که حیا رو بیشتر به ظاهر میبینن. حالا شما اشاره کردید به این که در کلام هم بعضی وقتا ما قائل به این هستیم که هم هر چیزی رو نباید گفت، هر چیزی رو نباید دید، همطور که شما گفتید هر چیزی رو نباید شنید، اینها هم از مصادیق حیا هست. اما یه تعریف خیلی جامعی از حیا وجود داره که من امروز میخوام در مورد اون تعریف جامعه حرف بزنم که فکر میکنم خیلی میتونه براتون جالب باشه، چرا که از دل همون تعریفه که ما به یه راه خیلی ناب میرسیم برای اینکه چی کار کنیم که بچه هامون با حیا بشن، نه اینکه جلوی من یا پدرش فقط اون حرف رو نزنه، اینکه یه بچه یه خود کنترلی پیدا بکنه که همه جا حیا رو داشته باشه و اون خود مراقبتیه و انضباط نفس رو. اگر از ما عصر شیرینی ها بپرسن بزرگترین سرمایه شما چیه، شک نکنید که شما رو معرفی میکنیم، شمایی که همراه عصر شیرین هستید. عصر شیرین به خاطر همراهی شماست که این سر و شکل رو به خودش گرفته، ادامه پیدا کرده و داره تلاش میکنه اون چیزی باشه که بتونه نیازهای شما رو برطرف بکنه و در هر لحظه بهتون کمک بکنه که حال خوبی رو در خانه و خانواده داشته باشید. خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. سامانه مکی ما رو حتما میدونید، فضای مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید، برامون پیام بفرستید، صداتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی خوشحالیم از اینکه امسال بدون واسطه با شما در ارتباطیم، پس فراموش نکنید امید و انگیزه ما شمایید و با ما در ارتباط باشید. منتظر پیامک های شما و شنیدن صدای گرم شما هستیم. خب در مورد حیا داریم ازتون میشنویم، یه سری مصادیق رو بچه ها گفتن و در موردش صحبت کردیم و قرار شد که یک تعریف به ما بدین خانم دکتر. یه بار من توی مطالعاتم خیلی تعریف از حیا هست، یه تعریفی دیدم که ظاهر این تعریف یه مقدار سخته، ممکنه که حالا در ظاهر الان منم برای شما میگم یه مقدار احساس کنید که ارتباط گرفتن باش سخته، ولی تعریفی خیلی جامع و اتفاقا ملموس. اگر دوست دارید حالا شما یاد داشت بکنید، من یاد داشت شما یاد داشت کنید. حیا میشه انضباط نفس
در برابر یک کار زشت یا قبیح با اعتقاد به وجود یک ناظر محترم. حالا تیکه تیکه با هم میریم جلو. انضباط نفس. انضباط یعنی چی؟ نظم. هر چیزی سر جای خودش باشه. هر چیزی سر جای خودش باشه. آدم منضبط چه آدمیه؟ چارچوب داره. چارچوب داره. تخطی نمی کنه. تخطی نمی کنه. هر چیزی رو سر جای خودش میذاره. مرز میشناسه. مرز شناسی، حدود شناسی نفس که خود منم در برابر فعل زشت، یعنی که من بدونم تو چه حدی، تو چه چارچوبی چه کار زشتی رو نباید انجام بدم، کار قبیحی رو نباید انجام بدم. اما قسمت آخره این در واقع تعریف، با اعتقاد به وجود یک ناظر محترم. یعنی چی؟ یعنی من احساس بکنم که اون چارچوبه اون حد رو نگه دارم و کار بدی رو انجام ندم، با این اعتقاد که یه نفری داره منو نگاه میکنه. اما یه نفر منو نگاه کنه فایده نداره. بذارید با یه مثال بگم، چون میخوام ادامه یه تعریف رو باز ادامه بدم. فرض بکنید شما توی جاده‌ای در حال حرکتی، نمیدونم حتما بارها دیدید که همه دارن با سرعت زیاد توی جاده‌ای که نهایتا 110-120 سرعت مجازه، همه دارن با سرعت 170-180 میرن و وقتی که پلیس رو خیلی دور میبینن، آروم آروم سرعت ها کم میشه، همه توی لاین های خودشون هستن و رفتار رو عوض میشه. خب همه ما ماشین ها داریم همدیگر رو نگاه میکنیم دیگه. اگه قرار بود که این تعریف درستی باشه، یعنی انضباط نفس در برابر سرعت زیاد، یعنی من خودم رو ملزم بکنم که از حد اون حد تجاوز نکنم برای سرعت زیاد با اعتقاد به وجود ناظر، خب منم داشتم اون ماشین رو نگاه میکردم. اما چی باعث شد که اونا سرعتشون رو کم کنن؟ پلیس. ناظر محترم. یعنی خیلی مهمه که اون ناظره برای من مقبول باشه، ارزشمند باشه، حساب ببرم ازش. یعنی ناظری که من باید یک حرمتی رو در مقابلش حفظ نگه بکنم. آفرین. یک باید و نبایدی رو در مقابل اون رعایت بکنم. حالا این حیا اگر من با این تعریف بخوام جلو برم، خیلی میتونه مفهوم گسترده تری باشه. مثلا ما میریم توی پارک، نمیدونم دیدید زنجیر میندازن، یه پارک بانی هست. بله. حیای من اونجا یعنی چی؟ از اون زنجیره نپرم. مرزشناسی بکنم در مقابل اون زنجیری که کشیده شده و پام رو اون ور زنجیر نذارم به خاطر احترامی که برای اون باغبان یا پارکبان قائلم. دقیقا با اعتقاد به اینکه اون داره منو نگاه میکنه. دیگه چه حدهایی رو ما میشناسیم و حیاهایی رو داریم؟ اگه اینطوری بخوایم نگاه کنیم، مثلا این که من میدونم که مثلا یکی از چیزایی که همیشه شنیدیم اینه که با بزرگ اینجاست، پاتو دراز نکن. آفرین. یعنی مثلا یه بزرگتر که هستش، به بچه رو میخواییم یه ذره سفت و سختتر و اتو کشته تر نگه داریم. خودمون مثلا یه ذره رسمی تر میشینیم. مثلا شاید لم ندم، مثلا دست پامو دراز نکنم. پس حد و حدود داشتن، نوع نشستن در مقابل یک پدر بزرگی که برای من ارزش داره و من باید رعایت بکنم. پس الان ما میتونیم بگیم، بازم مثال میتونه به ذهنتون برسه، ما الان با این چیزایی که گفتیم خیلی از مفهوم حیا به اون معنی که توی قسمت قبلی گفتیم داریم فراتر میریم دیگه. یعنی ما فقط حیا رو به این میدونستیم که بچه من نهایتاً حریم تنش رو بشناسه و فعل اشتباهی رو انجام نده، حالا نهایتش حرف زشتی رو نزنه. ولی الان با این تعریفی که دارین میگین، من احساس میکنم این که من از چراغ قرمز رد نشم، این که من آشغالم رو از ماشین پرت نکنم بیرون، اینا همه میشه مصداق حیا. همه اینها میشه مصداق های حیا. شما میخواستی محیا جان یه چیزی بگی؟ من احساس کردم اینجوری میریم سمت این که خب باز حریم ها متفاوت میشن، این مرز ها متفاوت میشن، تو هر محیطی میتونه این مرز ها فرق بکنه. مثلا لایه های مختلفی شاید داشته باشه. خب حریم روان هر فرد هست،
حریم روان حرف دیگران هست که ما باید لازمه که بهش توجه داشته باشیم، میزان آزادی که میتونیم داشته باشیم. اصلا توی یه محیط ممکنه مرزهای متفاوتی داشته باشیم، افراد مختلف. آره، یه مرز قانونی باشن. وجود داشته باشه یه مرز مثلا اعتقادی وجود داشته باشه، یاده یه مثلا یه عرفی مرز عرفی وجود داشته باشه، حتی رو عرف و فرهنگ تعریف میکنه. یاده یکی از مراجعام افتادم که یکی از گله های اصلش در مورد این بود که بچه من اصلا حد در واقع حیای کلامی نداره و هر حرفی رو جلوی هر کسی میزنه و اصلا انگار هیچ عامل بازدارنده ای براش نیست. و الان خصوص حالایشون ناراحته این بود که حرفای زشتی رو نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگشون در واقع این دختر داشت و خیلی ناراحت بود، میگفت بچه من اصلا بی حیاست، هیچ عامل کنترلی براش نیست. حالا برگردیم روی همین صحبتی که کردم، روی این مثال پیاده کنیم، تعریفی که گفتیم تعریف بکنیم، حد و حدود داشتن نوع بیان، مرز داشتن کلام در برابر حرف زدن جلوی یه ناظر محترم که اینجا پدر بزرگ و مادر بزرگ، یا مثالی که الان بشرا جون گفت در مورد پادراز نکردن و غیره. اما توی بخش بعدی ما حالا میخواییم بریم ببینیم که این حدها اولا چیان، کی این حدها رو گذاشته و اون ناظرها کیان. تک تک این موارد رو انشالله توی قسمت بعدی در موردش صحبت میکنیم.
تعریف خیلی شسته رفته و خوبی از حیا ارائه کردید که منم یادداشت کردم. انضباط یا همون مرز شناسی نفس نزد یک حضور محترم، درسته؟ در برابر کار زشت. در برابر کار زشت. خانم دکتر، قبل از اینکه وارد بحثتون بشین، من این کلمه ناظر محترم نظر تو ذهنم سوال ایجاد کرد، چون مثلا داشتم دنبال مصداق میگشتم یه جاهایی مثالایی به ذهنم رسید که ناظری وجود نداره. مثلا سفره برای ما حالا همون عرفی حالت یه احترامی داره دیگه، یعنی اونم یه حریمی داره و یه حیایی داریم نسبت به سفره. یا مثلا نون واسمون مثلا محترم، از رو زمین میگیم نذار، بوس کن بذار بالا، مثلا تهموندش رو تو سطل زباله نریز. اینجا نظر محترمی نداریم. اتفاقا موضوع جالبی رو مطرح کردی محیا جان. اجازه میدی من اینو الان میخوام توی این قسمت کامل در موردش حرف بزنم. گفتیم که این حد و حدود مشخص شده. اول بپرسم به نظر شما اصلا حد و حدود خوبه یا بده؟ اصلا مگه میشه بدون حد و حدود زندگی؟ چرا نمیشه؟ یه گمگشتگی آدم پیدا میکنه وقتی حد و حدود و مرزی نباشه. پس اگر حد و حدودی توسط جامعه، توسط فرهنگ، توسط حتی خدا برای ما گذاشته نشه، ما به یه هرج و مرج و به هم ریختگی میرسیم. پس این حدها، مثلا حد سرعت، حد حرکت، حد همون بایدها و نبایدهای رفتاری توسط فرهنگ، جامعه، اینا برای ما گذاشته شده که نهایتا من انسان که حالا قراره زندگی بکنم زندگی راحت تری داشته باشم. اگه حد سرعت نذاشته باشن برای اتوبان ها چه اتفاقی میفته؟ تصادف میکنیم دیگه. اگه حالا حدود دینی که از طرف خدا برای ما گذاشته شده که حالا در دین حالا ما همش رو خلاصه میکنیم، از حد پوشش ظاهری، از چیزهایی که باید بشنویم یا نشنویم، چیزهایی باید بگیم نگیم، ببینیم یا نبینیم، همه اونها هم باز داره به من لطمه میزنه. هر چند ما ممکنه که متوجه نشیم که این حد برای چی گذاشته شده، فقط در همین حد میپذیریم که این حدود برای زندگی بهتر من لازمه، درست، و داره توسط افراد مختلف برای من گذاشته میشه. اما بریم سراغ اون چیزی که محیا جان گفت. این ناظر کیان؟ این ناظر یه جایی توی جاده میتونه پلیس باشه. یه جایی توی پارک میتونه اون پارک بان باشه. یه جایی میتونه دوربین مدار بسته باشه. یه جایی میتونه اون دوربین مدار بسته باشه. دیگه چی؟ پدر مادر برای فرزند. پدر مادر یا کارفرما برای اون کارمند. اون پدر بزرگ، مادر بزرگ که ما خیلی وقتا میگیم جلوی پدر بزرگ، مادر بزرگ باید رعایت کنیم. این دوربین مدار بسته خیلی جالبه. یه جاهایی تابلوشو میزنن و اصلا حتی دوربینی نصب نمیکنن، ولی صرف اینی که آدم ها انگار که احساس بکنن که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، ناخودآگاه رفتارشون تغییر میکنه. این ماکت های پلیس هم هست تو جاده میذارن، ماکت ماشین. آره. سرعتو کم میکنی و میبینی پوچ بود. دقیقا همینطوره. تجربه های گذشتمون توی اتفاقاتی که میفته و چیزهایی که تجربه میکنیم چه بسا باعث بشه که دفعات بعد مرز و حریم بیشتری رو رعایت بکنیم. اینجا بس ارتباطش با ناظر چیه رقیه جان؟ میخوام به اینجایی برسم که اگر کسی هم نبود، اون تجربه گذشته ما تو درون ما باعث میشه که بعدها جور دیگه این حریم رو رعایت بکنیم. شاید برسم به اینجا که مثلا یه جوری وجدان ما و آموخته هایی که برامون درونی شده بعدها میتونه اثر بذاره روی یعنی که چه حریمی رو رعایت خودمون ناظر خودمون. خواستم به همینجا برسم. خیلی وقتا ناظر فیزیکی ظاهرا در جهان خارج نیست که منو نگاه کنه، پدر، مادر، باغبان، پلیس، اما یه ناظر درونی داریم که همیشه همراه ماست. خدا که خب همیشه ناظر ماست،
فرشتگان و غیره و غیره، اما این خود من هستم که همیشه میتونم به عنوان یک ناظر کنار خودم باشم. یه حدیثی میخوندم از حضرت علی علیه السلام، میگفتن که زیباترین نوع حیا حیای از خیشتنه. یعنی چی؟ یعنی انضباط نفس در برابر کار زشت با وجود ناظر محترم، محترمی که خود من هستم. و باز در یه حدیثی در تکمیل این پیامبر اکرم میفرمایند که اگر کسی از نفس خودش حیا نکنه هر کاری رو ممکنه بکنه. یعنی چی؟ باز اهمیت این ناظر است. پس میتونیم بگیم همه این ناظر ها خوبن و به جا، اما اهمیت این که بچه من خودش رو به عنوان یک ناظر بدونه و از همه و از اون مهمتر به عنوان یک ناظر محترم ببینه خیلی مهمه. چرا که باز در یک حدیث دیگه، این حدیث ها رو الان باید شما برای من تحلیل کنید، کنار هم بذارید. امام هادی میفرمایند که اگر کسی نفسش مورد اهانت بود از شرش در امان نیستی. یه جای دیگه میفرمایند که به خیرش امیدی نیست. یعنی چی؟ خب فکر میکنم که وقتی که اون احترام درونی رو من برای خودم قائل نباشم، وقتی که همون محترم نباشم، اون موقع میتونم بی احترامی کنم به شما. میتونم چارچوبا رو بشکنم، شر ایجاد کنم. مثل همونی که میگن توی حدیثی، باز میگن که کسی که حجت درونی یعنی عقل اون بیدار نباشه، حجت بیرونی یعنی رسول یا حجت بیرونی دیگه براش فایده نداره. یعنی کسی که خودش واسه خودش اون ندای درونی نداره، دوربین مدار بستن باشه، باز میتونه دوربینه رو یه کاری بکنه و بره دزدیش رو انجام بده، چون درونیه نیسته. دقیقاً همینطوره. یعنی خانم دکتر جان بگو ارزشمندیه رو نگرفته. آهان، اون ناظر محترم بیرون در واقع خود نیست. و جالبه که ما پدر و مادرها خیلی وقتا اصلا اینقدر نقش خودمونو به عنوان ناظر محترم پررنگ میکنیم که اصلا بچه به این فکر نمیکنه که خود منم میتونم بر خودم نظارت داشته باشم. وقتی مامان هستش اون کار خوب برمی کنم. فقط وقتی مامان هستش. یعنی در واقع مثالی که محیا زد روی سفره، احترام به سفره، در واقع اون برمیگرده دیگه ناظر بیرونی وجود نداره. منم، نفس منه. و حالا این نفس رو خانم دکتر میتونیم به یه صدای درونی تشبیه بکنیم؟ دقیقاً همینطور. و چقدر الان به ذهنم رسید، چقدر ما به این حیا و این ناظر محترم درونی توی دوران نوجوانی نیاز داریم. من تا کی میتونم در اتاق نوجوانم رو باز بکنم. چک بکنم؟ تا کی میتونم اونو چک بکنم؟ تا کی میتونم دنبالش برم با دوستاش؟ نمیتونم دیگه. پس بهتره که من از همون در واقع کودکی این ناظر محترم درونیه رو براش جا بندازم. جا بندازم که نه، من معتقدم که این ناظر محترم هست باز. یعنی من معتقدم حیا به عنوان اون انضباط نفسه در بچه های ما هست. سوال من همینه. ما همیشه تو صحبت هایی که با شما داریم به هر مقوله‌ای که میرسیم شما میگید این وجود داره، خرابش نکنیم. آیا حیا هم جز و همون موارده؟ ببینید، در مورد همون شناختن حریم ها، هممون بچه داریم، هممون میدونیم که بچه ها توی سنی نسبت به مثلا ناحیه خاصی یه حجب و حیایی دارن. اصلا ما هیچ وقت بهشون آموزش ندادیم. حداقلش اینه که در مورد بدن خودش انگار یه تهمایه هایی داره که خانم دکتر، بچه ها وقتی پوشکیان از یه جایی به بعد وقتی مثلا میخوان اجابت مزاج کنن میرن یه گوشه قایم میشن. من همینطوره. ببینین اینها هست، یا مثلا خودش میفهمه که الان این حرف من ممکنه که بار معنای خوبی نداشته باشه، ولی ما هستیم که حالا باز با اون خیلی خودمونو به عنوان یه ناظر محترم انقدر خودمون رو محترم میدونیم و انقدر بچه رو همیشه از خودمون ترسوندیم که بچه فراموش میکنه که من خودی هم دارم و اون محترمه. همیشه یه کسی باید منو کنترلم کنه. بسیار عالی. اگر موافق باشین توی قسمت بعدی بیشتر بشنویم و جمع‌بندی بکنیم بحث رو. رحمان الرحیم. سلام. ما در جلسات گذشته با همدیگه صحبت کردیم در مورد اینکه نماز مبنای اوقات و برنامه‌ریزی‌های آدم باشه. بعدم گفتیم در آیات قرآن برای نماز 5 تا وقت مطرح کردن، همون مغرب و عشاء و صبح و ظهر و عصر، و ما در مورد مغرب و عشاء در جلسات گذشته با همدیگه صحبت کردیم. و اما نماز صبح و موقع صبح،
یه آیه تو قرآن هست در مورد نماز صبح، خیلی آیه قابل توجه و به نظرم مهمیه و اهمیت ویژه موقع صبح در زندگی انسان میگه. سوره مبارکه اسراء آیه 78. بسم الله الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خب نماز مغرب و نمازهای دیگه هست، ولی نماز صبح که نماز صبح مشهودترین نماز بین همه نماز هاست. اول از واژه نماز استفاده نکرده، گفته قرآن، که حالا در جای خودش نکات قابل توجهی هست. یه خطیش اینه که چون اولش گفته صلات، اینجا قرآن الفجر منظور خود نماز خوندنه، ولی خدا به نماز خوندن میگه قرآن. احتمالاً شاید کمتر بهش توجه کردین. جالبه ها، چرا خدا به نماز میگه قرآن؟ چون نماز بهترین جا برای خوندن قرآنه. شما مثلا نماز میخونین که قرآن قرائت کنید. حالا ما به این موضوع کمی کم توجهیم بماند، اما این نکته رو بذاریم کنار. فارغ از این که نماز خود قرآن خواندن است و این چقدر نکته مهمیه، ولی قرآن فجر یعنی نماز صبح مشهودترین نمازهاست، از همه بیشتر مورد توجهه. یه چیزایی در روایات و اینا در موردش گفته شده که اونم در جای خودش مهمه، مثل این که میگن ملائکه شب هنوز رو زمینن، ملائکه صبح اومدن رو زمین، لذا وقتی شما نماز صبح میخونید ملائکه دو تا شب و روز با همدیگه کنار همدیگن، بعد از نماز صبح ملائکه شب بلند میشن میرن، لذا شما در یه شرایطی هستین که جفت ملائکه هستن. و البته در مورد صبح فراتر از این یک عالم روایت دیگه داریم در مورد وقت صبح. یک روایتی هست میگه که خب همه نمازا اگر قضا بشه آدم قضاشو به جا بیاره، و البته آدم نباید یه کاری کنه نمازش قضا بشه، اون برنامه‌ریزی که توش نماز انقدر جدی نیست که نماز قضا بشه، بعد رو اون برنامه‌ریزی رفت بازنگری کرد، اونو درستش کرد، طبیعتاً اون زندگی نمیشه. ولی در مورد نماز صبح به طور خاص، همون نمازی که از همان بیشتر معمولاً مورد غفلت واقع میشه و خدای نکرده احیاناً قضا میشه، در موردش میگن که اگر همه کوههای زمین بشن طلا و اونا رو صدقه بدی در راه خدا، جبران نماز صبح قضا شده نمیشه. تازه نماز صبحی که شما قضاشو میری به جا میاری، نه که نماز نخونی، یعنی جبران اون نماز صبحی که رفتی قضاشو خوندی، همه کوها طلا بشن صدقه بدی، نمیشه. چرا اینو میگن؟ چون بعضی چیزا تعیین کننده است در نظام زندگی انسان، و یکی از اون نکات تعیین کننده خود صبحه. چرا صبح مهمه؟ ببینید، ما در مورد مغرب و عشا صحبت کردیم. انسان از شب حرکت میکنه، تو شب یه برنامه ریزی انجام داده، در مغرب افقی رو در نظر گرفته، در عشا برای اون افق برنامه ریزی کرده، و صبح موقع حرکته. صبح موقع قیام کردن، موقعیه که ماجرا آغاز میشه. بسم الله، بچه ها میزنن به خط، من قرار کارم رو شروع کنم، وارد میدان مبارزه میشم. خب خیلی این شروع مهمیه. مثل همه شروعها که میگن آقا لحظه شروع به کلاس خیلی لحظه مهمیه، لحظه شروع یه فعالیت لحظه مهمیه، صبح دقیقا لحظه شروعه. یعنی شما هدف گذاری کردین، برنامه ریزی کردین، خودتون آماده کردین، طرح درستون رو نوشتین، کاراتون انجام دادین، نقشهاتون رو کشیدین، حالا میخواین شروع کنید، و شروع کردن خیلی مهمه. از رو همون شروع کردن میشه فهمید یه کاری داره به سمت نتیجه درستی میره یا نمیره. صبح‌های آدم خیلی مهمن. منظور هم از صبح موقع نماز صبح، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب. صبح منظورمون 8 و 9 و 10 صبح نیستا، صبح یعنی دقیقاً بین طلوعین. تو روایت میگن کسی که مغازش و کرکرش و بین طلوعین بده بالا، قطعاً رزقش برکت میکنه. مشتری کم داشته باشه نداشته باشه، مغازش پاخور داشته باشه نداشته باشه، جنسش جور باشه نباشه، رزقش برکت میکنه. صبح موقع شروعه. ما اصلا شروعامونو باید درست بکنیم، که این در جای خودش بحث مفصلی داره، در واقع شرایط این بحث و گفتگوهای ما نمی گنجه، ولی صبحها مهمن. باید بین الطلوعین سعی کنیم بیدار باشیم، حتی فرهنگ خانوادهمونو اینجوری کنیم که بین الطلوعین بیدار باشیم، بچه‌ها بین الطلوعین بیدار باشن. خب لازمش اینه که شب زود بخوابیم. خب شب زود بخوابیم چه اشکال داره؟ شب زود بخوابیم که بین الطلوعین بیدار باشیم، شروع کارامونو بذاریم تو بین الطلوعین. اونایی که میخوان درس بخونن، شروع درس خوندن رو بذارید بین الطلوعین. اونایی که میخوان کاری کنن، خانمایی که میخوان غذا بپزن، غذا پختن از بین الطلوعین شروع کنین. آقایی که میخوای بری سر کار یا بری مغازه، از بین الطلوعین خونت بزن بیرون. خیلی مهمه. این حال زندگی من و شما رو به شدت دگرگون میکنه و میتونه طعم دیگری از زندگی رو برای ما ایجاد کنه، اگر توجه داشته باشیم به همین موقعیت صبح و البته به نماز صبح انشاءالله.
خب در مورد حیا ازتون شنیدیم. برای خود من، حالا نمیدونم برای شما چطور بود، ولی برای من خیلی متفاوت بود صحبتهایی که شما کردین. شاید قبلش مقوله حیا برام خیلی مصادیق محدودتری داشت، ولی الان احساس میکنم که حیا میتونه یه جور سبک زندگی باشه، میتونه یه جور نگاه متفاوت من به همه مسائل باشه و جاری و ساری باشه توی همه لحظه های من و توی همه انتخاب های من. و حالا اگر من مادر دغدغه اینو داشته باشم که چطور بچم با حیا بشه، باید چیکار کنم؟ تمرکز کنیم روی این که بچمون خودش رو به عنوان یک ناظر محترم بشناسه. هرچند من معتقدم که بچه ها خودشون رو به عنوان یک ناظر محترم میدونن، اما چون کرامت جزء ذات انسان دیگه، آدم ذاتن خودش رو ارزشمند میبینه، خودش رو دوست داره. ما یه وقتایی با یه کارایی که میکنیم باعث میشیم که اون خودش رو محترم نبینه. پس اگه من بخوام بگم چه کار کنم که بچم با حیا بمونه، نه اینکه با حیا بشه، با حیا بمونه، باید تربیتم اصطلاحاً کرامت محور بشه. یعنی چی؟ ما چه جوری میتونیم به بچه هامون بفهمونیم که تو ارزشمندی؟ با رفتارمون. یعنی به نظرم از همون مثل آقای جزئی مثل جزئیش برای خود من در رابطه با پسرم حافظ از بعد به تولد شروع شد. یعنی مثلا برای تغذیه بچه، برای شیردهی میرفتم توی محیطی که این آرامش داشته باشه، در رو میبستم، خواهش میکردم که مثلا کسی نیاد داخل، این تغذیهش که توی مثلا تو آرامش شکل بگیره، هی در اتاق باز نشه، هی حواسش پرت نشه، مثل خودمون که دوست داریم غذا رو با آرامش بخوریم. یا برای مثلا تعویض پوشکش باز خواهش میکردم که مثلا خودمون باشیم، کسی داخل اتاق نیاد اون لحظه. قشنگ این احساسو داشتم که خب این از اول این احساس ارزشمند بودن رو از نوزادی این داره احساس میکنه که مامانم مراقب منه، که حریم من حفظ بشه. و احساس میکنم وقتی که بزرگتر بشه خودش اینو داره دیگه، که پس من ارزشمند بودم، مامانم تا الان مراقبم بود، الان دیگه خودم باید مراقب این حریمه باشم. من توی همچین موقعیتایی حتی توضیح میدادم برای خود نوزادم، توضیح میدادم که من الان میخوام برای این که مثلا شما پوشکت برای نوزاد حتی توضیح چجوری توضیح میدادی؟ اینجوری بودم که اون متوجه میشه و درونی میشه براش، دقیقا همین صحبتی که محیا جان میکنن، که مثلا من دارم رعایت میکنم، میخوام پوشک شما رو عوض کنم، کثیف شده، عوضش میکنم، الان دارم برای این باز میکنم، مثلا لباس تو برای این دارم در میارم. یه چیزی هم آخه یه وقتایی، حالا شاید من انقدر با بچه‌م حرف نمی‌زدم. آره منم نداشتم توضیح دادم. و اینکه مثلا بنا به شرایطم، یه وقتی آرامش مثل خودم که یه وقتی تون تون غذا می‌خورم که سیر شم، به بچه‌م تون تون غذا می‌دادم که سیر شه. یه وقتایی هم تو فضای آرامش بودیم. یعنی من همیشه نمیتونم که نمیتونستم انقدر بخوام ایدئال برخورد کنم، اما در نهایت تو ذهنم براش احترام قائل بودم. یعنی شما تو درونتون فکر میکنید به اینکه نوزاد یا این کودک بابان انسان محترمه. بچه یکم بیاین بالاتر. یعنی هممون الان صحبت داره میره روی اینکه من برای بدن تو ارزش قائلم، نه ما داریم اینو الان میگیم، من میگم یه ذره بیاییم بالاتر، من برای روح و روان تو ارزش قائلم، من برای کل وجود تو ارزش قائلم. چی کارهایی میتونیم بکنیم که بچه ها احساس کنن؟ تو کارهایی که میکنن مثلا توصیف داشته باشیم که آها من دیدم تو الان این کارو کردی، مثلا توی ارتباط با دوستت به این مسئله اهمیت دادی، حواست بود که مثلا با صدای بلند صحبت نکنی، میبینم که برای خود دیدی عصبانی هستی، مثلا رفتی آرامش خودت رو انضباط نفسش رو ببینم و تشویق کنم و بیان کنم براش. این یه حدش هست دیگه. باز مثلا من تو همه شرایط بچه‌مو توصیف نمی‌کنم و خب ببخشید، البته فکر می‌کنیم که خودش میدونه میفهمه. شما نماینده دو قش هستید دیگه. یعنی یه سری والدین ممکنه این سبک داشته باشن، یه سری والدین هم که سبک دیگه ای داشته، ولی خب مثلا تو درونم میدونم که وقتی که تصمیم میگیره، البته همیشه هم نمیدونم، ولی تلاشم میکنم وقتی انتخاب
خوابی میکنه بهش نگم وای این چیه، یا مثلا بارها از مامانش شنیدم که نمیفهمه تو بیا مثلا فلان کارو براش بکن. یه جایی هم ممکنه فکر کنم که نیاز به راهنمایی من داره واقعا متوجه نیست، اما در میدونم باید اینو در مورد خودم مطمئن باشم که به اندازه خودش فهمه. این توی مکالمات یه وقتایی من دیدم مثلا لحاظ نمیشه، یعنی جلوی بچه یه سری چیزها گفته میشه و احساس میکنن که این که نمیفهمه. یکم داریم نزدیک میشیم، من میخوام خیلی عمومی تر، اصلا کاری به بحث حیا نداشته باشیم. چه جوری من به بچه‌م بفهمونم که تو مهمی، تو ارزشمندی؟ مثلا من خودم کاری که با حافظ انجام میدیم این که نظرش رو میپرسیم، یا مثلا گزینه های متعدد میذاریم، حالا گزینه هایی که حالا خودمون از فیلتر خودمون رد کردیم و حالا بخاطر سنش دقیقاً، ولی تو خودت انتخاب کن. یا اینکه جاهایی که خسته میشه واقعا، ما حالا ممکنه مهمونی باشه زودتر ترک میکنیم محل و موقعی به نظرش اهمیت میدیم. آره، به احساس اونم که الان چه احساسی داری. من خودم حالا مثلا از عصر شیرین بزنم، قبل از اینکه بیام اینجا واقعا باهاش میپرسم که مثلا حافظ جون میمونی، شما دوست داری بمونی، مامان بره، و واقعا اگر بگه نه واقعا من اهم اونه برام، اولویت اونه برام. خیلی خوب، من میخوام یکم مثالای دیگه ای بزنم عمومی تر، از سیره پیامبر بگم و در برخوردشون با بچه ها. یه لحظه دقت بکنید، الان یه بچه‌ای مثلا صدرالدین جان بیاد اینجا، من چجوری میتونم بهش بگم تو وجود داری و تو ارزشمندی؟ سلام بهش میکنم، پیش قدم میشم در سلام دادم بهش. ممکنه که براش جا باز کنم و بهش بگم بیا اینجا بشین، یعنی تو رو حسابت کردم. از این مثالای تو رو حساب کردم میخوام بگم. آخه وقتای تلفن بچه... تلفن داریم با تلفن حرف میزنیم، بچه میاد با همون کار داره، همیشه اولویت تلفنه، نباید باشه. یا مثلا این خیلی مهمه، باز من خیلی دیدم حدیث در این مورد که اگر به بچه هاتون قولی میدید بهش وفا کنید. وفای به عهد به بچه ها شاید ظاهرن هیچ ارتباطی به حیا نداشته باشید، ولی داره. چرا؟ به کرامت نفسشون، چون به کرامت، چون تو برای من مهمی، عهدی هم که بین من و تو رد و بدل شده برای من مهمه. یعنی اگر بچه تو اون سن نیاز به بازی داره، این برای پیامبر مهمه. یه جایی محیا جون گفتش که من رسیدگی به بچه‌ام میکنم. خب من میخوام بگم یه جایی ارزش قائل شدن برای بچه و اینکه بهش بفهمونم تو خیلی مهمی، اینه که به نیاز به استقلالش در یه سنی احترام بذارم و ازش فاصله بگیرم، چون تو مهمی نیازهاتم برای من مهمه. بسیار عالی. اگر بخوایم جمع بندی بکنیم میتونیم بگیم که حیا رو میتونیم یک مرز شناسی نفس در برابر قانون، جامعه، فرهنگ، دین و خدا بدونیم که این با توجه به حضور یک ناظر اتفاق میفته و بهترین ناظر محترم، و بهترین حالت اینه که این ناظر درونی باشه، چون اگر ناظر درونی باشه دیگه احتیاجی به اون ناظر بیرونی نیست، و چون که صد آید 90 هم پیش ماست. متشکرم از همراهیتون و از نکات خوبی که گفتین. سلامت. در مورد مادری کردن در مورد بچه ها، من حالا این دید خودم بود، بعد از تولد هر کدومشون مثلا یه دنیای متفاوت بود، هر کدومشون انگار یه کتاب جدیدی برای من باز میشد، یه دایره المعارف جداگونه‌ای بودن، نوع رفتار، نوع برخورد باهاشون اصلا هیچ کدوم با هم یکی نبود. زینب یه مدل هم موقع تولدشون تا حالا الانی که هستش تو 11 سال، هر کدومشون دنیای متفاوت خودشونو داشتن، نوع کلام، نوع در آغوش کشیدن، نوع محبت کردن و محبت دیدنشون متفاوت از هم بود. حالا به خواسته فاطمه خیلی روی حساس‌تری داره نسبت به زینب یا محمد علی، به خاطر همین
شاید نوع کلماتی که دارم در مورد استفاده میکنم خیلی باید به قول معروف انتخاب شده تر باشه. و اینکه یه خصوصیت خیلی خوبی که داره، همیشه میگم فاطمه آدمی هستش که شاید حالا جهنم هم داره بهش خوش میگذره. یعنی شما هر جای دنیا فاطمه رو رها کنی، اونجا کاری میکنه که بهش خوش بگذره. شاید چیزی ناراحتش کنه، حالا بر حسب اون اخلاق حساسی که داره، ولی همون ثانیه است بعد از اون سریع لبخند میاد به لبش و ادامه بازیش، ادامه شادیش رو میده و یه جورایی به ما شارژر خانواده ما هم هست، یه شارژری هست. شاید مثلا یه موقعی پیش میاد، حالا که بچه ها بگو مگوها یا هر چی که پیش میاد، یه در حد چندین ثانیه ناراحت میشه، بعد با لبخند میبینم که یه چند ثانیه باید برگشت. خیلی بامزه این که مثلا من اون موقع چون زینب 2 سال و نیمش بود، خب نیاز به توجه بیشتری داشت. یه موقعی من اینو میذاشتم کنار مادرم و میرفتم. حالا این دغدغه هست کنار ذهنه که یه نفر تو خونه نیاز بذاره. مثلا ممکن بود من 2 ساعت تو شهربازی با زینب باشم. باور کنید که این 2 ساعت 3 ساعت هم موقع زنگ میزدم فاطمه چطوره؟ من خیال رو داد خوابه. یعنی مثلا این آرامشش از ابتدا باهاش بود. ولی الان نه، الان به واسطه اینکه خب در تعامل با زینبه، نه همون سحرخیزی، همون جنب و جوش همراه زینبو داره، ولی خب خوابش عمیق‌تره. میگم انگار طبیعتش نمیدونم با محیط آداپته شده. کتابی که بابا برات خریده بود خواهر من؟ دو تا خواهرن که میخوان با مامانشون، یه ماشین مثل ون داره، میخوان با اون برن خونه خالهشون. بعد تا برسن به خونه خالهش یه هفته راه تا برسن. بعد اونا مثلا با هوا بارونی میشه، مثلا ماشینشون خراب میشه، مجبورن یه کلبه پیدا میکنن برن اونجا مثلا شام میخورن. بعد یه جاش هم مثلا دعواشون میشه کجا برن شام بخورن. بعد اینجوری میشه، بعد مامانشون میگه اصلا خودم شام برسن. بعد مثلا شامشون میخوان، بعد دوباره وسط راه ماشینشون خراب میشه. بعدش مامان دقیقا مثل مام بودن، 2 تا خواهر بودن با یه پسر. یکم درک این که خب تو شرایطی که هستیم بچه ها متوجه اون شرایط نمیشن، مخصوصا این 2-3 سال من ناخودآگاه همزمان دوتاشون کلاس داشتم، کلاس آنلاین بود. حالا تصور این که فکر کنی این وری میز یکی نشسته صدای معلمش میاد، این وری یکی که من بتونم دوتاشون رو حواسم به هر دو باشه، مخصوصا اینکه فاطمه کلاس اول و دوم بود، حتما بعد در کنارش باشم. بعد در این هم خب محمد علی هم بود و گاهی خودم هم کلاس داشتم، یعنی 3 تا کلاس آنلاین بود، حالا باید محمد علی هم در کنار ما بود. ایناش خب خیلی سخت بود، ولی خب دیگه به مرور ممکن بود اوایل موقع چالش پیش بیاد، ولی به مرور هم محمد علی یاد گرفت، هم من یاد گرفتم که چه کار کنیم. الانم یه موقعی من مجبورم با تلفن، مثلا حالا یه بیمار دیگه با صحبت میکنی متوجه نمیشه شما چه شرایطی هستی. فقط من این موقع با دست به فاطمه میگم فاطمه اینو چیز کن یا زینب. بعد دیگه این دوتا یاد گرفتن که میدونم مثلا اون فردی که هستش من باید اون زمان براش وقت بذارم و هیچ کار دیگه نمیتونم. مخصوصا فاطمه خیلی کمک حال من هست، حالا یه بازی یا خوراکی یا دیگه حالا مثلا یه کارتونای کوچیکی که دوست داره رو حالا ما سیویش کردیم براش میذارن. یعنی با این کار کوچیک وگرنه به هر حال نمیشه. همه
آدم ها دل مشغولی این رو دارن که چجوری ارزش ها و فرهنگ خودشون رو به بچه هاشون منتقل کنن. بین آدم هایی که دغدغه دین دارن، این دل مشغولی رنگ و بوی دینی میگیره. شاید از میون انبوه راه حل هایی که به پدر مادرها یاد میدن که چجوری بچه ها رو طبق ارزش ها و فرهنگ خودشون بار بیارن، بهترین راه حل این باشه که خودشون به همونها پایبند باشن. اگه دوست دارم پسرم با زیست مؤمنان همراه باشه، شاید بهترین و مهمترین راه این باشه که خودم زیست مؤمنانه داشته باشم و جهان رو از این منظر نگاه کنم. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.